رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من یه دختر 14 ساله دارم که خیلی باهاش مشکل دارم از لحاظ. نه سب، فقط یه دختر 14 ساله داری؟ یعنی فقط یه دونه بچه داری؟ بله یه دونه. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ ما جدا شدیم خیلی وقت، تقریبا 11 سال جدا شدیم، موقعی که دخترم 3 سالش بود. من 42 سالمه، همسرم هم یعنی بابای دخترم تقریبا 49-50. خب از وقت جدایی با کی بوده دخترت؟ با من بوده بیشتر با من بوده. 5 سال پیشم باباش، ما کانادا هستیم، باباش موف کرد به LA و باباش LA هستش. و اون وقت شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ پدر دخترم که PhD دارن تو رشته مهندسی، من هم بچلر بیولوژی دارم از کانادا. ایرانم بچلر داشتم، بعد کانادا هم گرفتم دوباره. اون وقت شما چه میکنید عزیز؟ من توی تقریبا فارماسی کار میکنم. اوکی، بذارید بریم سراغ دخترتون. موضوع و مسئله که با دخترتون دارید چیه؟ دختر من فوق العاده، تقریبا الان میتونم بگم یه سال خیلی زیاد، ولی یه دو سالی هست خیلی استابرن هستش و اصلا هیچ جوره نمیخواد هیچ رو قبول کنه، یا مدام نق میزنه، غور میزنه هر کاری، مثلا هیچ جوره نمیخواد مثلا هیچ رولی رو قبول کنه. یا مقصودتون اصلا از این رول یا چیزی رو قبول کنه، مثلا میشه که دوتا نمونه شو بفرمایید؟ بله، مثلا استفاده از مثلا تلفن. من خیلی آدم سختی نیستم در مقایسه، مثلا شما بگید از 10 من شاید خودم اوریج 5 یا 4 باشم، که حتی مثلا پدرش بعضی وقتا منو سرزنش میکنه، میگه مثلا تو بیشتر مایه هستی، باید بیشتر کنترلش کنی، این نباید مثلا 10 شب به بعد تلفن دستش باشه. چرا؟ چرا نباید 10 شب به بعد؟ نصب کن، چرا نباید 10 شب؟ میگه مثلا این بعد مثلا زودتر بخوابه، مغزش نیاز به استراحت داره، اگه نخوابه مشکل عصبی پیدا میکنه، بعد 10 شب به بعد توی سوشال میدیا معلوم نیست چه خبره، یه سری ابزار گویا اسپای و اینا هم تلفن دخترم بس کرده، یه جورایی از یه طریقای یه چیزایی رو کنترل میکنه، من نمیدونم، حد میزنم. ولی خب من یه حرفی به شما بزنم، البته خیلی تندا چون وقتی من بگم دو تا آدمن، یکی پای یه کسی رو میباره، یکی کفشا رو میدوزه دور میندازه، کدومشون بدترن؟ شما در 3 سالگی طلاق گرفتید، بچه رو اینگونه گرفتار کردید، حالا اومدید سخت بودی که ساعت 10 شب تلفن ممکنه توش چیزهایی باشه، حالا تو خوبه؟ نه من مشکلی ندارم آقای دکتر، من میگم اصلا من سخت. شما میشه دست از سر نه صبر کن، نه صبر کنید، آخه وقت متأسفانه. شما من میگید، شما میگید گوش به حرف نمیدید، چرا باید گوش به حرف شما بده؟ من بارها شده دوستان وقتی گفتم 10 تا از اون حرفاتون رادیو در اختیارتونه، این حرفای پر از حکمت و مفید بودن چیه که میخواید به دخترتون میگی گوش نمیده؟ یکی تقریبا همین مشکل رو دارم که مشکلم که اصلا حرف گوش نمیده. حرف چی؟ من... عزیز دل ببینید، متاسفم یه دفعه دیگه میگم از این باید، چون وقت اونقدی، حرف چی رو گوش نمیده؟ اصلا چرا باید گوش بده؟ مثلا میخواد بره خونه دوستش، با هم میگه که من برم پارتی، مثلا این ویکند یه پارتیه، من میخوام برم پارتی. بعد میگم خب بیا بشینیم راجبه صحبت کنیم، ببینیم که چه جوریه، تو تا حالا پارتی اینجوری نرفتی، من نمیشناسم افرادی که خب معلومه نمیشناسم بچه‌ها رو، بعد تو الان تازه 14 سالته، من بفرستم یه خونه یه نفری مثلا ساعت 11 12 شب، یک شب تو تا اونجا پارتی کن؟ یعنی خودم هم روی این مسئله شک دارم که آیا واقعا بعد اجازه بدم، هر کن که دوستایی که میشناسمشون تا یه حدی میره، شبم میمونه، اونا میان، یه در یه حد آزادی کامل رو داره، یعنی اصلا من دست و پاشو نبستم. ولی اصلا کسی بست دستوانی؟ آخه عزیزم شما که نمیتونید بید پارتی. نه من نه، ببینید عزیز، من میتونم بفهمم که بچه های یه جایی نباید برن، ولی اگر بچه های ما یک خوبن، دو دوستای خوبی دارن، سه جایی بدی نمیرن، چهار کار بدی نمیکنن، چه اشکال داره که دور هم جمع بشن؟ من از کجا بدونم که مثلا خب اینا به شما، وظیفه شماست نصب کنین، وظیفه شماست که بدونین.
نه 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 درسته، ولی شلوغش هیچ درونگرایی و خب با اصلا درونگرا به هیچ عنوان ارتباط برقرار نمیکنه. یعنی حالا الان ما میریم پیش روانشناس هم که میشینیم، حتی راجع به یه موضوعی که مثلا یه مشکلی میذاریم وسط، میگیم خب شما مثلا برای درس، برای زندگی این کار، بشینیم آرگیو کنیم، خیلی فامیلی یه کنفرانس بذاریم، بشینیم تو نظرتو بگو من بگم، بابات بگه، اینجوری کنیم، اصلا نمیخواد گوش بده، اصلا بعد همش توهین میکنه که شما استوپید هستین، شما دام هستین، من اصلا نمیخوام با شما صحبت کنم. خب داره به شما اینا رو میگه. نه صبر کنید. اگه کسی میگه شما نمیدونم دام هستید، استوپید هستید، نمیخوام صحبت کنم، شما چرا میگید بیایم صحبت کنیم؟ ببینید عزیز، ما اینقدر اول حرف میزنیم که ابتدا بچه‌هامون رو کر میکنیم، بعد بچه‌هامون رو لال میکنیم، بعد میگید چرا حرف نمیزنم. آخه شما من نشون بدید که برخورد شما از 3 سالگی به بعدش یا قبلش تا حدودی درست بوده، بگم این گفتگو ادامه داره. ولی اگر من به عنوان پدر و مادر فقط دستور صادر کنم یا حرفایی که پدر در جهت 10 شب به بعد میزنن که برای من تعجب آوره، از این حرفا میزدید، خب شما چی دارید میگید به بچه؟ دارید من هیچ وقت برای دخترم رول سنگینی تعیین نکردم. نه عزیز من، شما نداره. عزیز من شما نمیتونید به بچه بگید پارتی نرو وقتی نمیدونید چرا نباید بره. دنبالش برید، در خونه بایستید، ببینید کیا میرن و میان، یه بهانه پیدا کنید، با اون خانواده صحبت کنید، وسط اون بچه ها پدر و مادر آشنا پیدا کنید. من که نمیتونم بگیرم بشتم تو خونم بگم چون من نمیدونم و احتمال ضرر و خطر است تو هم نرو. بعدم یه بچه 14 ساله دارید، پدرش هم از کشور رفته، بعد شما انتظار دارید گوش به حرف شما بده؟ به خودش نگاه میکنه که شما گوش به حرف کی دادید که درست بوده که به اینجا رسیدیم ما؟ ببینید، من هر زمان که بچه هم اشتباه میکردند و میکنند میگم 100%، نه اینکه بازی درن، حتما تقصیر منه، تا اینکه بگم تقصیر اوناست. بر به چیزایی که شما میگید برای یه دختر 14 ساله که بزرگ شده تو کانادا عادیه. به من از دوستاش که تعریف میکرد میگفت مثلا یکی از دوستام رفته بوده پارتی تو این سن، مثلا درینک خوردن فلا، من فقط گوشم هیچی نگفتم. بعد از این پارتی که داره میره میخواد بره، 2 نفرشون رو من میشناسم، بقیه کسایی که تو اون پارتی هستن رو من نمیشناسم. خیلی خوب، من چیکار میکنم تو اون پارتی؟ مدرسه دبیرستان میری، خب مثلا گرید 9، بعد میبینی که همه دارن مثلا سیگار میکشن و بچه قبول. اصلا قبول، هر سرکار خانم، شما بچه رو وردی توی جایی که فرموده خودتون دم در مدرسه دارن سیگار میکشن، انتظار دارید چی؟ من بچه هم آوردم وسط بارون، بعد بشکم چرا خیز شدی؟ کی آوردتش اینجا؟ ولی این محیطیست که هست. اگر 70-80% بچه ها سیگار میکشن، شما میخواید به بچه ها بگید تو سیگار نکش؟ یعنی شما میگی که مثلا من همین جوری بدون هیچ توجه اینو بل میدونم که نمیکنه. خب آخه عزیز من آخه من توی پارتی که مثلا یک دفعه چون پارتی مثالاش بوده واسه دوستامون که بچه های دفعه بچه های اینجایی ها هم خیلی شر، یه دفعه مثلا نصف شب 10-20 نفر دیگر رو دعوت کرده بودن خونه، بعد پلیس ریخته بود، همه فرار کرده بودن، بعد این هم خب دختر خیلی مثلا حالا بگم خیلی زرنگ و دست و باداری هم نیست، ساعت 1 شب مثلا کار ورزشی میخواد بره، مسابقه ورزشی نگاه کن، همه رو میبرم میارم، ولی اینکه مثلا پارتی بره واقعا دل خود گادفیلینگ خودم اجازه نمیده که تو این سن مثلا بهش میگم 15 سالگی به بعد مثلا. شما رو نمیخوام بفهم سرکار خانم، شما میتونید لطف کنید استراب و نگرانی و شک و سوء ظن خودتون رو واقعیت خارجی نگیرید و به دخترتون نگید اینجوری دنیا؟ اینو چه ارتباطی به هم داره؟ من برگردم بگم بچه‌ام از خونه که میره بیرون من مضطرب و نگرانم، خب من مریضم نه اون. ببینید این نگاه شماست که اشتباهه و به جایی نمیرسونه شما رو. همون دختری که شما میگید باهاتون حرف نمیزنه، من با صدها مرده شوردم، مادر و پدر اگر میامدن تمام نه تنها یه ساعت وقت منو خواست حرف بزنه، بعد او بود که زنگ زد، حتی من در مورد زنگ میزنم این هفته 3 دفعه خواسته بیاد برای من و 3 دفعه اومده برای بار چهارمه. حتی شما متوجه هزینه هاش هستید؟ ببینید بچه ها احتیاج به گوش دارن نه زبون.
پدری و مادری دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. روزی که شما زبان گویا دارید، بچه رو از وا در میارید. عرض کردم اول کرش میکنید، بعد لالش میکنید، بعد میگید چرا با ما حرف نمیزنی؟ چجوری با شما حرف بزنه؟ شما الان من اذیت نشید لطفا، من با شما نمیتونم حرف بزنم. شما اصلا متوجه نیستید که شما نمیتونید، اصلا عرض بنده نگیرید، شما نمیتونید به بچه بگید نرو پارتی وقتی نمیدونید چرا نباید بره پارتی. دلایلش دلایلش اینه که دوستان رفتن، پلیس اومده اومده، من چی شده؟ اصلا پلیس اومده. شما الان تو خونتون سر صدا کنید، تو شب دیر وقت باشه تو امریکا، از یه ساعتی گذشت پلیس میاد در خونتون. چرا فکر میکنیم یه دفعه فاجعه شده، یه دفعه جرم اتفاق افتاده و جنایتی صورت گرفته؟ برای فرزنده شما شرایط آماده میکنید دیگه، مثلا برای یه دختر 14 ساله اگه تو محیطی تحت مثلا شرایط پریپرشر قرار بگیره، شروع کنه یه درینکی بخوره، یه سیگار خورد که خورد. مثلا خب حالا خورد که خورد، اولا چرا اینقدر موضوع اینقدر بزرگ و مهم میکنید؟ یعنی واقعا شما من مهم اگه بچه عزیز عزیز من بخوره. چرا شما هی صفر و صدی و همه یا هیچ میرید؟ حتما مهمه، حتما مسئله است، ولی این راهش نیست، راه برخورد باش نیست. شما به صرف این که کسی راه برخوردشو بدونم، برای اینکه خب اصلا شما علاقه نشون نمیدید. عزیز دل اذیت نشید، چون این حرف شما 10 جلد کتاب درباره تینیجرها خوندید که میخواید بدونید، 20 تا کنفرانس مربوط به تینیجرها رفتید که میخواید بدونید. سر به سر من نگذارید ازش، شما هیچی نمیخواید بدونید. شما خود بقیه و دخترتون شما رو بفهمه و بدونه و بر مبنای اون عمل کنه. حتی از آغاز مطلبی که فرمودید چیه؟ شما اگر با من آشنا باشید، عرض من این است که من تنها جشنی که حاضرم برای بچه ها بگیرم وقتی است که حدود یکی دو سالگی میگن نه. یعنی اولین بار میگن برو دنبال کاره، تو کی هستی؟ و شما درست حرفتون این است که دختر 14 ساله تکی که پدر مادر از هم جدا شدن تو کانادا گوش به حرف مادرش نمیده. خب معلومه نمیده. بنابراین من و شما باید حرفی برای گفتن داشته باشیم. من اوایل که برنامه رادیو شروع شده بود، دوستانی مانند شما تشمی آوردن، میگفتم این رادیو در اختیارتون، یک ساعت بعد در اختیار شما، شما الان بیا تمام توصیه های روانیتون رو به جوان ها بکنید. اصلا حرفی برای گفتن ندارید. شعارهای کلی رو که خود بچه ها بیشتر از شما میدونن. شما تا اگه بهشون میگید مادر احتمال اینکه در یه پارتی چه چیزایی بشه، اون 5 برابر شما به شما خطرا رو میگه. ولی این خیلی متفاوته که شما فکر کنید این دختر باید بر اساس فرمان من شما حرکت کنه. عزیز، دوران فرماندهی یا فرمانبرداری گذشته، دوران پرورش و تعلیم و تربیت که قاعده دیگری است. من بسیار بسیار متاسفم، برای که فقط توجه رو جلب بکنم به اهمیت موضوع گفتم. لطفاً و حتماً اگه دلتون میخواد، چون الان من با آخر وقتم رسیدم، پیش بیارید ما هم صحبت کنیم، ولی لطفاً نه به خاطر کار من. سی دی یا یو اس پی 13 تا 19 سالگی منو بشنوید. من اصلا به موضوع این گونه پس دیگه لطفاً بفرستید، پس بفرستید، نه نگرش دارید، پول شما هم بهتون بدم، چون گوش ندادید. شما اینا نگرانیاتون چه برای خودتون درست کردید؟ به دختر شما بسیار از قد است، من و شما باهوشتر، آگاهتر، مواظب و مراقبتری. بله چی میگی؟ من همیشه هم اینو به پدرش خب میگم، ولی متاسفانه خب من از طرف دیگه هم نه 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 ببینید نه نه من اذیت نکنید. ما هم داریم بحث درباره دختر شما و مادرش میکنیم. بی خودی پدر رو نهره، شما با هم میگید پدرش بده، میگم بله بده، ولی بحث اونو نداریم. ایشون تحت فشار، چرا تحت فشار؟ بهش بر دادگاه از من شکایت کن مادر خوبی نیستم. یه وقت دیگه بیاد با هم بیشتر کتک کاری کنیم. متاسفم که مجبورم به خاطر کمی وقت تون برم، برای که من و شما باید بدونیم مسئولیت با ماست، نه با بچه ها، و نگرانی ما قرار نیست که سبب بشه که برای بچه ها تصمیم بگیریم، چون اون کمکشون نمی کنه، بیشتر به خطر می اندازد. چون دفعه بعد اگر با هم صحبت کردیم خدمتتون عرض کنم اشتباه کجاست. خیلی ممنون.